قاسم شوال سعدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی که در تهران از نزدیک شاهد وقایع بوده است میگوید امروز در اعتراضهای مردم سیاست نقش پررنگ تری داشت. در واقع الان همه گروه ها اومدن شعارهایی که میدن شعارهای معیشتی هست، شعارهای سیاسیش اتفاقا الان بیشتر هست و جالب این هست که مثلا یک شعار غالب این است که اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا، یعنی عبور مردم از اصلاح طلبی و گروه های اصلاح طلب و محافظه کار در واقع یا تکرار شعارهایی که به صورت ساختار شکنانه مطرح بود مثل مرگ بر دیکتاتور. حتی من الان شنیدم با آقای خامنه ای هم شخصا اسم میارن و بدبیرا میگن. یعنی الان پتانسیل این جنبش پتانسیل کاملا ساختار شکنانه شده و هم به روحانی الان بدبیرا میگن، هم به آقای خامنه ای میگن، هم به همه چی، و چون سراسری هم داره میشه. قبلا به صورت جزیره جزیره بود و در واقع به خاطر مطالبات کارگرا بود، به خاطر این مطالبات مالی مردمی که به نهادهای مالی و مؤسسات اعتباری پول داده بودن یا بانک ها و پس نمی گرفتن به دلیل ورشکستگی، به صورت جست گریخته طی ماهای گذشته این اعتراضات عملی بود. خب طبیعی هم بود که بالاخره اینها به هم وصل بشه و یک حرکت سراسری رو به وجود بیاره، مثل جویهایی که به هم وصل بشه و یک رودخانه رو تشکیل میده. الان به نظرم در اون شرایط هستیم و مطالبات هم سیاسی هم ساختار شکنانه شده و در واقع اگر بخوام تحلیل کنیم به معنی عبور از جمهوری اسلامی هست و به همین دلیل هم هست که شما میبینید الان هم اصلاح طلبا هم در واقع دولت امید و تدبیر بوده و هم محافظه‌کارا در مقابلش جبهه گیری میکنن، هرچند بده بسون ها یا مطالبات باندی و گروهی خودشون هم مطرح میشه. مثلا الان صدا و سیما در اخبارش هم میگه مطالبات قانونی یا به حق مردم در رابطه با معیشت، در واقع دولت رو زیر سوال میبرن که این دولت هست که نتونسته معیشت مردم رو تأمین بکنه. اما اون طرف قضیه که ساختار حکومت طوری رقم میزنه که دولت دستش خالی هست و نمیتونه کاری بکنه، اون رو دیگه اونا بیان نمیکنن. و یا اینکه دولتی ها حداقل استارت این قضیه رو به گردن مثلا علم الهدا و رئیسی اینا میندازن، میگن شما از تو مشهد استارت زدید و این آتشی رو که به پا کردید دودش تو چشم خودتون میره. اینا رو من خیلی اعتبار براشون قائل نیستم، چون در واقع این مطالبات گروهی و سیاسی جناح‌های مختلف است. اما مردم الان از همه اینا عبور کردن، حتی دیگه مردم الان اسمی از موسوی و کروبی اینا هم نمیارن. یعنی مطالبات مردم بسیار فراتر رفته و از مسیر اصلاح طلبانه و جنبش سبز و اینا عبور کرده و شعارهای رادیکال میدن و معلوم هم نیست که واقعا بشه این رو کنترل کرد، چون اگر بخوان سرکوب کنن به نظرم تبعاتی داره، اگر حتی بتونن، چون سرکوب هم باید بالاخره امکانش باشه. موقعی که به این گستردگی هم الان که ما صحبت میکنیم در هنوز یه تعدادی از شهرها این درگیری ها وجود داره و چون همگانی شده و فراگیر هست اصلا امکان سرکوب هم نداره. اگر هم تازه امکان سرکوب باشه که به نظرم به نتیجه نمیرسن.